در عصر امروزی جوان مسلمان باید چشمها، گوشها، دستها و پاهای خود از حرام محافظت بکنه و نگذاره که شهوت بر او غالب بشه و غلبه بکنه و او خدای نکرده بر راه حرام بکشانه. الله متعال می فرمایه وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، و کسایی که پول ندارن و یا دارایی ندارن که نکاح بکنند، فقر و ناداری دلیل بر این نمیشه که اونا عفت خور حفظ نکنن. وَلْيَسْتَعْفِفْ، حتما و یقینا و باید که عفت خور پیش بکنن و پاکدامنی پیشه بکنن. پیامبر علیه الصلاه و السلام چی جالب میفرمایند؟ یا معشر الشباب، روزی بیرون میشن در بین جوانا، میگم ای گروه جوانا، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، هر کدوم از شما میتونه برای ازدواج بکنه. فانه اغض للبصر و احسن للفرج، بخاطر از اینکه او چشمها رو پایین میاندازه و عورت رو محافظت میکنه. باز راه حل برای او کسایی میدن که نمیتونن ازدواج بکنن، میگن و من لم یستطع، پس کسی که نمیتونه ازدواج بکنه فعلیه بالصوم، پس او روزه بگیره تا مادام از این که شهوت بر او غلبه نکنه و نکاح بکنه و ازدواج بکنه. امروز درباره بحث عفت و پاکدامنی صحبت میکنین انشاءالله و محور برنامه. دقیقا، اصلا سیر جان گپ بسیار جالب و جامعه گفتیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به این حدیثی که شما، یه حدیث مزبور و مذکوری که شما ذکر کردین، میفرماین که، یعنی مفهوم حدیث این رقم میشه که یکی از امور و مواردی که قضیه عفت رو به چالش میکشه ترک نکاحه. جوانا اگر ازدواج رو به کلی ترک بکنن، عفت از اونا به چالش کشیده میشه. حالا عفت چیه؟ عفت یک ملکه که انسان رو از پلیدی‌های غریزه جنسی حفظ میکنه و او رو محفوظ و مسئول میداره. چه کسی دوست داره که از غریزه جنسی و از پلیدی‌های از او به امان باشه؟ پس باید چیکار کنه؟ با عفت روی بیاره. و راه که عفت حاصل میشه ازدواجه. با ازدواجی که جوانا به چی میرسن؟ به عفت میرسن. اصلا عمومیتر این واژه عفت یک دامنه وسیعی داره، علاوه مفهومی خیلی وسیع مفهوم از او. عفت مثلا در آیات قرآن کریم وقتی که میبینین به خودداری کردن از مال حرام هم به کار رفته. انسان مسلمان باید از مال حرام عفت انتخاب کنه و پاک دامن باشه، مال حرام نخوره، مال سرقت نخوره، مال رشوت نخوره، مال سود علیاذ بالله نخوره. سود قضیه که الله متعال میگه کسی که سود میخوره، انما یحاربون الله، گویا با الله متعال جنگ میکنن و با الله متعال اعلان جنگ میکنن. باور کنین خانمان از اون طرف برباد میره بدونش اگر کسی سود بخوره. و امروزه میبینین سود به روش عبدت شده و جدید خورده میشه، خیلی جالبتر به روش های جدیدی. دیگه از موارد که از بزرگترین مظاهر قضیه عفت، قضیه زناه. وقتی که فرد زنا میکنه، عفت را از بین میبره. و یک دیگه از مواردی که عفت را شامل میشه، قضیه تکدی و گداگریه، گدایی کردن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از این بسیار بد میبردن. دین قضیه گدایی و تکدیگری در دین هیچ ارزشی نداره. حتی میبینین اهل صفه آنقدر از خود غنامندی نشان میدادن و عفت و پاکدامنی در قضیه تکدیگرایی و گدایی انجام میدادن و رعایت میکردن، تا اینکه الله متعال در آیه قرآن میگه که جاهل و فرد بی خبر اونا چی فکر میکرد؟ غنی فکر میکرد. فکر میکرد که اینا افراد چی هن؟ افراد غنی هن. ببین امروزه در دنیای ما قرار داریم که تمام افعال و کردار و اقوال مردم روی دو چیز میچرخه، یک شبهات، یک شهوات. شبهات ای که بیام انسان را از دین از دور بکنم به گونه عموم و او را از اسلام دور بکنم به گونه خصوص و خاصتاً. در کنار دین قضیه بسیار مهمه دیگه، قضیه شهوته. ای که نفر امروزه خوش داره که مال را از هر طرف به خود خود جمع بکنه، بر ثروت و دارایی خود خود چیزی بیافزایه و در کنار از او غرایز جنسی خود را به روش های متعدد اشباع بکنه. به همین خاطر انسان و مسلمان باید کوشش بکنه هر کدام از اینا به روش درست، به روش درست از اینا اشباع بکنه. غرایز خود خود تمام نیازهای درونی و بیرونی که داره. به همین خاطر بود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دعا میکردن اللهم انا نسالک الهدى والتقى والعفاف والغنى. ای الله متعال، ما از تو چی مهم؟ هدایت مهم، تقوا، پرهیزگاری مهم،
عفت و پاک دامنه ماییم و نیازمندیر ماییم. در تمام از اینا قضیه شبهات و شهوات ذکر شده، یعنی الله متعال ما هدایت بده، ما را از شبهات دور بکن و برای ما قنامندی مال هم بده، و در کنار از او که قنامندی مال میدی ما از چیزهای پلید و زشت دور بکن و ما به چیزی به نام عفت برسان تا انسان‌های عفیف و پاکدامن در زندگی خود خوب باشه. الله متعال هیچ شهوت در انسان نگذاشته مگر ای که راه نظیف و پاک اشباز معرفی کرده. امی قسم خیلی از علما میفرمایند ما اوزع الله شهوتا فی الانسان الا وجعل لها قناة نظیفة تسري خلالها. هیچ شهوت در انسان نیه مگر که الله متعال راه پاک از او برای انسان معرفی کرده تا او اشباز بکنه. اگر دوسر راه معدود برای جمع آوری کردن ماله، باز الله متعال صدها راه پاک و حلال برای انسان معرفی کرده تا او مال خود خود به دست بیاره. اگر انسان میتونه به روش های متعدد و پلید و زشت که برای جسم و روح انسان ضرر داره بتونه شهوت خود خود برطرف کرده و نیاز جنسی خود رو برطرف کنه، باز الله متعال برای از راه نظیف و پاک ازدواج معرفی کرده تا بر بنیاد و اساس از این جامعه خود خود تشکیل بده. و می خاطر خیلی مهمه که ما متوجه از این دو قضیه باشیم. الله متعال برای ما همین عفت انشاءالله نصیب بکنه انشاءالله. ایدرسان، در بحث عفت، در تحت عنوان عفت و پاک دامنی چند نوع قرار میگیره که میخوایم به انواع عفت بپردازم. اولین نوع، نوع عفت اعضای بدن میباشه. الله متعال چه زیبا میفرمایه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، بگو به مردان مؤمن که چشمان خور بپوشانن. امروز میبینین جوان عزیز ما داخل بازار را میره، میگه طرف ما خیلی خور آرایش میکنه، درست یار میکنه، چرا من نگاه نکنم؟ نه، اول الله متعال گفته قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. درست او حجاب رعایت نمیکنه، اما تو ملزم به اینی که اعضای بدن خود خور محافظت بکنی، اعضای بدن خود محافظت بکنی. و بعد از او دستور میده به خانم مسلمان و دختر مسلمان، میگه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، بگو که خانم ها چشمای خور بپوشانن و خانم ها چشمان خور غلاف بکنن. مورد دوم، عفت و پاک دامنی در بحث امواله. ببینین ابو عبیده ابن جراح صحابه پیامبر علیه السلام وقتی که دنبال جمع‌آوری زکات ها و خراج ها میره، دوباره در شهر مدینه الرسول پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم باز میگرده. پیامبر علیه السلام وقتی که اونها شمارش میکنن و میبینن که کامله، برای از اون لقب امین امت رو میدن، چون در مقابل اموال و در مقابل صدارتی که برای از اون داده شده خودخور حفظ کرده و محافظت کرده. قدم بعدی و نوع بعدی، عفت در خورد و نوش میباشه. الله متعال چی زیبا میفرمایه یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، از اون چیزایی که ما پاک و پاکیزه برای شما دادیم، از اونا رزق و روزی دادیم، از اونا استفاده بکنین و بخوریم. قضیه بعدی، عفت در کلام میباشه. الله متعال باز هم میفرمایه و قولوا للناس حسنا، و با مردم سخن نیکو بگو. عفت کلام رو مراعات بکن، هر چیزی از دهن تو حرف ناسزا بیرون میشه به مردم استفاده نکن. این باعث از این میشه که زبان و دهن خودتو پلید بشه و لمشت بشه. قضیه بعدی، قضیه که سویل جان شما اشاره، قضیه تجدی و یا عفت در مورد اموال دگرای که خود خور باید از اون محافظت بکنیم. و آخرین قضیه، عفت نفسه. در او حدیثی که پیامبر علیه السلام میفرمایند که الله متعال بنده خود در روز قیامت در او آفتاب سوزان در زیر سایه عرش خود قرار میده که هیچ سایه به جز سایه عرش ازونیه، از او هفت گروه یک گروچیه، گروهیه که زن با جمال و با نسب او دعوت میکنه به فعل بد، اما او میگه اینی اخاف الله، ما از الله متعال میترسم. و ای جوان وقتی که عفت و پاک دامنی رو مراعات میکنه و نفس خور پاک نگه میداره، در زیر سایه عرش الله متعال قرار میگیره و واقع میشه. دقیقا، بسیار جالب. بابا جان، اصلا یک سوال اینه ایدیسچان و سیار جان که جوان میگه چرا ما باید عفت رعایت کنم؟ اصلا چرا جوان ها باید عفت رعایت کنن؟ جوانان عصر امروزی چرا باید عفیف باشن، پاک دامن باشن؟ اول به خاطر که عفت از برجسته ترین موارد از صفات بندگان خاص و مخلص الله متعاله. و جایی که الله متعال میگه والذین هم لفروجهم حافظون، کسی که فرج خود حفظ میکنه عفت رعایت کرده و او امو بنده برجسته و خاص الله متعاله. و علت دومی که ما باید عفت رعایت کنیم به این خاطر که قضیه عفت
یک گزینه انتخاب همسره. ما شما همسر را انتخاب میکنین که عفیف باشه و همسر او طرف زن پسر را انتخاب میکنه که عفیف باشه، پاک دامن باشه. پس خوبه که در این قضیه خیلی رعایت بکنین در قضیه انتخاب همسر. میفرمایه الله متعال که محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان. اوت افراد برای نکاح اونا انتخاب بکنین که پاک دامن باشن، عفیف باشن، دوستای پنهانی برای خونه داشته باشن. و مورد بعدی و گزینه دومی که من دوست دارم اشاره کنم به تتمه گپای شما سیر جان، به انواع عفت. البته از یک دریچه دیگه ما شما در چند مورد دیگه هم به تتمه گپای شما سیر جان باید عفت رعایت بکنیم. اول عفت در اندیشه، اندیشه ما خالص الله متعال عبادت کنه. این عفت در اندیشه چه جالب. فردوسی میگه، فردوسی میگه زروز گذر کردن اندیشه کن، زروز گذر کردن اندیشه کن، پرستیدن دادگر پیشه کن. بح بح. یعنی در اندیشه تو فقط الله متعال باشه و بس، دیگه کسی نباشه. ما شما خیلی وقتا میگین عفت فقط در مسائل زنا و فحشا و منکرات میگه که خود را حفظ کنین، اما این موارد هم هست. قضیه دوم، قضیه عفت در گفتاره. عفت باید در گفتار خود عفیف باشه. الله متعال میگه واقضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. صدا خود پایی بیارین. یعنی چی؟ یعنی در صدای خود عفت داشته باشین، بلند صحبت نکنین، بلند صحبت نکنین. مورد بعدی کیفیت القاء، عفت در کیفیت القاء. الله متعال برای زنها میگه که شما وقتی که با مردهای نامحرم صحبت میکنین در کیفیت القاء خود، صحبت خود خیلی دقیق باشین، نرم و آهسته صحبت نکنین. فیتمع الذی فی قلبه مرض، تا ای که او فرد مقابل شما که در دل از اون مرض شهوته به طمع شما باشه. اینا همه دستورات الله متعال. و مورد آخری، مورد عفت در درون مایه سخنه. یعنی سخن ناو به جای بگین، گپای هرز و بیهوده که کسی که میگه او در کلام خود عفت نداره. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میگن من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. کسی که به الله و روز آخرت ایمان داره یا گپ خوب بگه و یا ساکت بمونه. ساکت بمونه یعنی چی؟ یعنی عفت کلام رعایت بکنه. بله، همین قسمه بسیار گپای عالی سیر جان و سویل جان. الله متعال خیلی جالب نتیجه از عفت و پاکدامنی برای انسان واضح میکنه. ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الله متعال میگه یه رقم گمان میشه و کسایی که در گناه غرقن مثل از او کسایی هن که اونا ایمان میارن و عمل صالح انجام میدن و مرگ و زندگی از اینا یکی، دنیا و آخرت از اینا یکی، چی بد حکم میکنم اونا. بله، همین قسم انسان مسلمان بد بفهمه نتیجه عفت و پاکدامنی چیه. یوسف علیه السلام قدوه از عفت و پاکدامنی برای انسان مسلمان. ببینین وقتی که یوسف علیه السلام برای از او پیشنهاد از او کار بد میشه، او عفت و پاکدامنی پیشه میکنه. به اصطلاح ما شما کارهای بسیار، رنجهای و مشقتهای بسیار زیاد بعدن حضرت یوسف علیه السلام تعامل میکنه. بعدن الله متعال به سبب از عفت یوسف علیه السلام عزیز مصر میکنه، در یک معنای دیگه قدرت و پادشاهی در دست و تملک از او قرار میده. بعدن وقتی یک از این زلیخا و او کسی که پیشنهاد او کار بد به حضرت یوسف علیه السلام میده تبدیل میشه به یک برده ای که خار و ذلیل و حقیر شده. و به همین خاطر بود که خدمه حضرت یوسف علیه السلام چقدر زیبا گفت، گفت سبحان من جعل العبید ملوکا بطاعته و سبحان من جعل الملوک عبیدا بمعصیته. میگه پاکه، سبحان او ذاتی که، او اللهی که یک بنده که برده بود به خاطر طاعت او تبدیل میکنه از برده به پادشاه، و یک پادشاهی به خاطر معصیت از پادشاهی میکشانه به برده بودن. این نتیجه عفت و پاکدامنیه. یک جوان 18 ساله این میره به حج، پدر نداره، بعد از اینکه حج جزو تمام میشه میایه یک دکانه قرفگه که داره در اینجا تجارت میکنه. بعد وقتی که میایه در داخل از این دکان، چند روز بعد یک شخصی میایه عین از این داستان یوسف علیه السلام و زلیخا رخ میده و بعدا برای از این درخواست او کار نادرست میده. و بعدا این جوان از دکان خود خبیره میشه، به دنبال از این دختر میره. بعدا وقتی که به جریان رو یک دم به این فکر از این میایه، میگه این پاهایی که به طواف خانه الله متعال مشغول بود اینا به کجا روانه؟ این پاهایی که
مشغول طواف خانه الله متعال بود، فعلا با کدام سوره مانه؟ دقیقه. پس به دنبال خود خواهر نکرده، افت پیشه میکنه، میبود دکان خود خواهر، انوز ازدواج هم نکرده، فردا یک فرد میه پیش ازی برای ازی میگه ما دختر دارم و من دختر خود خواهر در نکای تو در میانم، برو با مادر خود بگو که بیای با خانه ما تا خواستگاری بکنه دختره. این نتیجه افت و پاکدامنی. دقیقه. ادریس جان، حضرت عمر خیلی نقل قول جالب میکنم از اونها و خیلی سخن جالب دارن، میگن المروعت و مروعتانه، جوانمردی و جوانی دوتایه، یکی جوانمردی باطینی و یکی جوانمردی ظاهری. جوانمردی ظاهری الریش ماشه، همین که از آبله کف دست خو نان بخوری و جوانمردی باطینی چیه؟ العفاف، پاکدامنی می باشه. یک شخص پاکدامنی خور حفظ بکنه، عفت خور حفظ بکنه. اما متاسفانه در عصر کنونی که ما زندگی میکنین میبینین که عفت و پاکدامنی جای خور به یک سری از موارد نامناسب داده. یک دفعه اگر درآمد سالانه بعضی از کشورها رو نگاه بکنین، درآمد مالیاتی اینا رو میبینیم که یکی از کشورها، از جمله کشورهای که از فیلمهای نامناسب خود تنها 3 میلیارد دلار کسب میکنه و به دست میاره. جالب. و در یکی از شهرهای سالانه محفل برگزار میشه و از او افراد تقدیر میشه. میبینیم که در عصر کنونی فتنه سرازیر شده و عفت و پاکدامنی جوان مسلمان را میخوایم در خطر بندازن و او مورد هدف قرار دادن و میخوایم که عفت و پاکدامنی را از بین ببره. دقیقا. اصلا چند امر سیر جان و ادریس جان عفت را از بین میبره و پرده عفت را میدره. اول قضیه اختلاط زن و مرد با همه، هیچ جای دین اسلام اختلاط زن و مرد را با هم اجازه نمیده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمان که لا یخلون رجل بامرأة الا وكان ثالثهما الشیطان، یک مرد و زن با هم خلوت نمیکنن در یک جا مگر که سومی شیطانه. و این دوتار میفریبه و فریب میده و پای از اونار از خط سرخ تیر میکنه و بر میکنه. پس باید که خلوت نکنن مردهای بیگانه با زنهای بیگانه خلوت نکنن. مورد دومی که عفت را از بین میبره راحت شدن دختر کاکا با پسر کاکا و پسر کاکا با دختر کاکا و دختر عمه با پسر عمه و دختر ماما با پسر ماماه. و این دلیل از اونها توجیه خیشاوندیه. شیطان از این دروازه میخواهد داخل شه. روزی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیرامون هم سوال میشه. هم یعنی خیشاوندان، کسی که مثلا با خانم و برادر خراحت باشه، با دختر کاکای خراحت باشه علی عزب الله، با دختر ماما و دختر عمه خراحت باشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگن الحم و الموت، این قضیه خیشاوندی، این مرگه، این هلاکته، انسان رو به هلاکت و آتش جهنم میاندازه. و قضیه سومه که متاسفانه عفت را از بین میبره قضیه خلوتهای. یک شیخی، یک نفر آمده بود پیش یک شیخ برای زومی گفت که مرد تو نصیحت کن. بعد ای با بررسی اوضاع عصر ما و عصر فعلی برای از او گفت اتق الله فی الخلوه، گفت در خلوتو از الله متعال بترس و ایر فراموش نکن که در هر جایی که باشه الله متعال با تونه. گفت همین دو قضیه رعایت کن. بعد ای جوان میگه ما انقدر از گپ به گپ از این شیفته و دلباخته شدم که تمام زندگی مرا تغییر داد و همیشه در خلوتهای ما که متصف به گناه بود، همیشه که خلوت میکردم با خود به گوشی خود به گناه سر و کار داشتم. میگه او جمله شیخ بیاد میامد که اتق الله فی الخلوه، در خلوتها وقتی که تک و تنها امرای گوشی خود هستی از الله متعال بترس. در آخر یک توصیه دوست دارم برای جوانا بیان کنم سیار جانوی دستشان، ای که مرحله جوانی و مرحله نوجوانی حساس ترین مرحله است. الله متعال انسان را از شهوترانی منع کرده، اما بدیل از اون قرار داده همسر صالحه و جمیله. باور بکنین آیه قرآن خلاف نمیشه. الله متعال میگه الطیبات للطیبین، زنان پاکیزه از مردان پاکیزه هن. و بعد در آیه دیگه میگه والخبیثات للخبیثین، زنان خبیثه از مردان خبیثه هن. اگر این جوان و نوجوان خود را حفظ کنه، الله متعال همو قسم یک همسر
زیبنده و شایسته خود از امیده که باور کنین از سر و پای از همسر از عشق میباره. بله. و ای از یک لحظه بودن با همسر خود عشق میکنه و کیف میکنه و لذت میبره. بله، همین قسمت. الله متعال برای ما شما توفیق بده تا انسانهای عفیف و پاکدامن در زندگی باشیم. ببینیم و همیشه این یقین داشته باشیم که اگر ما عفت بطلبیم الله متعال در ایران ما کمک میکنه. ما خیلی از وقتا شنیدیم که میگم مسلم بر برادر مسلمان خود چی عقده داره، خواهر مسلمان بر خواهر مسلمان خود چی عقده داره، والدین بر والدین، والدین و فرزندان و بالاخره امسایه ها. اما تا حال نشیدیم که عقه مسلمان بر الله متعال چیه. بعدا این بعد خوب متوجه باشیم، عق المسلم علی الله ای یعینه اذا طلب العفافه. عق مسلمان بر الله متعال اینه که وقتی که از الله متعال عفت و پاکدامنی و عفاف رو میطلبه باز الله متعال هم او کمک بکنه در ایران، او استقامت بده، قوت بده، انرژی بده و توفیق بده که به سمت راه های حلال بره و به سمت راه های حرام قدم نگذاره. انشاءالله.